حالت روحی که میان انسان و معبودش رابطه اونس ایجاد نموده و او را در جاذبه ربوبی قرار می‌دهد، نیایش نامیده می‌شود. در آن هنگام که شما موقعیت واقعی خود را در جهان با عظمت هستی درک می‌کنید، در حال نیایش به سر می‌برید، زیرا فقط در این حال است که تمام خود را مانند تابلویی بی اختیار در زیر دست نقاش ازل و ابد نهادید. اگر می خواهید در امتداد زندگانی خود لحظاتی را هم از جدیترین هیجان روانی بهره‌مند شوید، دقایقی چند روح خود را به نیایش وادار کنید. اگر می خواهید تمام شؤون زندگی شما اصالتی به خود گرفته و قابل تفسیر بوده باشد، بروید و دمی چند در حال نیایش باشید. واضح است که دیر یا زود همه ما از این کره خاکی و از این ستارگان و آفتاب فروزان و از این کهکشان‌ها که میلیاردها سال در پشت سر گذاشته و هنوز به درخشندگی خود ادامه می‌دهند، چشم بربسته و در بستر مرموز خاک خواهیم گنود. آری، دیر یا زود آخرین نفسهای ما در فضای سپهر نیلگون در پیچیده و راه خود را پیش خواهد گرفت. بیایید پیش از آن که چشمان ما برای آخرین بار نمودی را ببیند و پلک‌ها را روی هم گذارد و پیش از آن که لبهای ما آخرین سخن خود را بگوید و بسته شود و پیش از آن که قلم رو به درونی ما آخرین تلاش‌های خود را برای همدمی با روح انجام بدهد، ببینیم در مقابل نقدینه پرارزش عمر که سکه به سکه به بازار وجود می‌آوریم و آنها را از دست می‌دهیم، چه کالایی را در این بازار پرهیاهو دریافت می‌کنیم. بیایید اشارتهای طلایی اجرام و قوانین این فضای بی حد و کران را نادیده نگیریم. آنان ما را برای همکاری با خود در نیایش با خداوند بزرگ دعوت می کنند. بیایید برای لحظاتی چند دیدگان خود را از تماشای خیشتن و طواف به دور خود برگرفته و به افق بی پایان فضا چشم بدوزیم. برای اجابت اشارتهای موجودات فضای بیکران دستهای خود را به آسمان بلند کنیم و لبی تکان دهیم و با ندای جانسوز آه پروردگارا خیشتن را از خودسری در این جهان هدفدار تبرئه نماییم. مگر نه این است که از سرای تا به سریا به عبودیت او همه در ذکر و مراجات و قیامند و قعود. گاهی یأس و نومیدی و
اندوه‌های ما به آخرین درجه شدت می‌رسند و ناگهان پس از لحظه‌ای کوتاه به یک امید و شادی شگفت‌انگیز مبدل می‌گردند. گویا در طوفان سهمناک یأس‌ها و نومیدی‌ها بارده خیره‌کننده‌ای از گوشه مبهم روح درخشیدن گرفته سراسر وجود ما را روشن می‌نماید و در گوش دل ما آهسته می‌گوید: هان مشو نومید، چون واقف نیی ز اسرار غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. همین تک زمزمه روح نواز است که از شکست کالبد تن و تسلیم شدن به مرگ در برابر ناملایمات جلوگیری نموده و ما را به نیایشی حیات بخش وادار می کند که خداوندا، احساس میزبانی تو برای وجود بی نهایت کوچک ما در اقلیم هستی است که این قفس تنگ را برای ما قابل تحمل ساخته است. خداوندا، بالهای ظریف مرغی ناچیز و محبوس در قفس جسم برای حرکت به پیشگاه تو لرزیدن گرفته است، نه برای اینکه از قفس تن پرواز کند و در جهان پهناور هستی بال و پر گشاید، زیرا زمین و آسمان با همه پهناوری خود برای این پرنده شیدا جز قفسی بزرگتر نیست. او می خواهد و می نالد تا آغوش بارگاه بی نهایت خود را در همین هستی که تجلیگاه عظمت جلال جمال توست برایش باز کنی و او را سبک بالانه به سوی خودت بخوانی. این چشم نیاز را که به سویت دوخته‌ام تو به من عنایت فرمودی، این بال ظریف ساخته دست توانای توست ای قادر بیچون.